جمهوری اسلامی واقعا نمیشه گفتش که امروز اگر رهبر جمهوری اسلامی نباشه به هر دلیلی، ایشون به مرگ طبیعی از میان برداشته بشه، استعفا بده یا هر دلیل دیگه ای نباشه، هر شخص دیگه ای رو شما بیارید جای ایشون بذارید، با این ساختار قدرت رفته رفته به یک خامنه ای دیگری، خمینی دیگری بدل میشه. مشکل کلیت جمهوری اسلامی، مشکل این ساختاره. ما با یک حکومت معمولی، حتی دیکتاتوری معمولی مواجه نیستیم، ما با یک دیکتاتوری تمامیت خواه مواجه هستیم. حکومت تمامیت خواه یک تعریفی داره، شما نگاه کنید هیچ صدای مخالفی رو اینها تحمل نمی کنند. هر آنچه هم که شما میبینید در ظاهر گهگاهی میان نشون میدن که حالا ما داریم میریم به سمت اینکه فضا رو بازتر بکنیم، اینها همش نمایشه، اینها همش مسکنهای کوتاه مدتی هست که اتفاقا کاربردی برای جامعه ایران نداره. اساسا جمهوری اسلامی الان دیگه براش اهمیت نداره که مردم چه فکری میکنن درباره قدرت یا اینکه مشروعیتی به اصطلاح خودش در جامعه ایران بین مردم داشته باشه. آنچه که شما میبینید یک خوراک خبری برای خارج از کشور هست، برای رسانه ها، برای قدرت های خارجی که حالا فکر بکنن که شاید بشه با اون هسته نرم قدرت پس از خامنه ای به جایی رسید و جمهوری اسلامی رو حالا با همین حکومت جمهوری اسلامی با یک شکل متعادل تری متحول شده ای بخوان کنار بیان و کنترلش کنن که حالا کاری به اسرائیل زیاد نداشته باشه، نخواد علیه موجودیت اسرائیل فعالیتی بکنه، اون گروه های تروریستی منطقه رو بتونن کنترل بکنن. و به نظر من آنچه که ما داریم میبینیم با این ریاست جمهوری اسلامی که همین در هفته های گذشته اتفاق افتاد بر کمیسیون حقوق بشر، اساسا غرب هم براش اهمیتی نداره مسئله حقوق بشر در ایران و فقط اینکه منافعشون و آنچه که در نظر دارن، من باز میگم در رابطه با حالا اسرائیل یا اون گروه های تروریستی، منافعشون در خاورمیانه تهدید نشه، حاضرن که با حکومت جمهوری اسلامی کنار بیان